از این گفتگوی تلویزیونی، مجلس شورای اسلامی در نشستی کوتاه و پرتنش طرح اجرای برجام را با 161 رأی موافق تصویب کرده بود. مهلت 90 روزه بررسی توافق هسته‌ای وین روز 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید نشانه هایی وجود دارد که آزمایش موشکی جدید ایران قطع نامه شورای امنیت را نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی کاخ سفید عصر سه‌شنبه به آزمایش اخیر یک موشک دوربرد بالستیک به نام اماد اشاره کرد. پیشتر مقام های امریکایی گفته بودند که این آزمایش موشکی تأثیری بر توافق هسته‌ای وین نخواهد داشت. آقای ارنست همچنین گفت که موضوع آزمایش دوربرد موشک‌های بالستیک از سوی ایران از بحث توافق هسته‌ای جداست و ایران برخلاف نقض قطعنامه‌های موشکی سازمان ملل در 2 سال اخیر به تعهدات خود برای حل و فصل موضوع هسته‌ای عمل کرده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره بحران سوریه با وی گفتگو کرد. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، پس از این دیدار 3 ساعته نمایندگان ارشد دو طرف گفتگوها را ادامه دادند. به نوشته این بیانیه، محور گفتگوهای امروز بر این متمرکز بوده است که مقابله با گروه داعش باید به موازات اتخاذ روندی سیاسی برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه باشد. از سوی دیگر، هلگا شمیت معاون فدریکا موگرینی خبر داده است که برای پیگیری گفتگوها در مورد سوریه روز شنبه راهی تهران می‌شود. به گزارش رسانه‌های ایران، 2 تن دیگر از اعضای ارشد سپاه پاسداران به نام‌های فرشاد حسونی‌زاده و حمید مختاربند در سوریه کشته شدند. منابع خبری ایران بدون اشاره به جزئیات تنها گفتند که فرشاد حسونی‌زاده، فرمانده سابق تیپ صابرین، و حمید مختاربند مسئول